درود بر شما، وقت شما هم بخیر. قبل از هر چیزی از خودتون و همراهاتون بسیار زیاد تشکر میکنم که توی اون شرایط کنارمون بودین و دعا کردین برای این بچه. راستش اینطوری شد که این دختر بچه یکی از دوستای خیلی صمیمیمه که یه بچه 5 ساله. بچه دچار آبلو مرغان میشه، هم خودش هم داداشش هم مادرش، ولی این بیماری طول میکشه، بزرگ میشه و دچار عفونت شدید میشه بچه، که حالا داستانهای خودشو داشت و این عفونت پیشرفت کرد و بعد اینکه تو بیمارستان بستری شد با هیچ آنتی بیوتیکی بدن بچه جواب نمیداد، میکروب و عفونت داشتن پیشرفت میکرد و خون بچه هم مشکل پیدا کرد و عفونی شد و عفونت همینطور داشت به طرز عجیبی ساعتی رشد میکرد و کل بدن بچه رو میگرفت. پشتش هم یک توده خیلی بزرگی از ورم ایجاد شده بود. بعد که دیگه هی آزمایشات و هی دارو و دکتر و اینا، شب آخر دیگه به جایی رسید که به من گفتن که مادرشو آماده کن، عفونت خیلی پیشرفت کرده و بدن بچه به هیچ کدوم، یعنی قوی ترین دوز آنتی بیوتیکی که میتونستن و موجود بود رو بهش زدن و بدنش جواب نداده، عفونت در حال پیشروی. توی این شرایط خب خدا هم به خاطر یه سری مسائل دور شده بودم از ایمانم 1 ساله و تقلبم ایمان داشتم، ولی فقط انگار یه اسمی و یدک میکشیدم، نه دعایی نه کلامی، و بسیار دور شده بودم متاسفانه. حالا اونم بعد براتون توضیح میدم. توی اون لحظات درماندگی مطلق، اونجایی که علم رو دو تا چهار تای کاغذ بچه داشت می جنگید و تایمه آخرش بود، نفسش تون شده بود، اکسیژن بهش بس کردن و قرار شد که ریش رو سوراخ کنن و لوله بذارن که از اون طریق عفونت رو بخوان خارج کنن، و ساعت حدود نیمه های شب بود، هم موقعی بود که من به شما پی ام دادم و کلام محبت آمیزتون، پذیرشتون باعث شد که انگار اون شرمندگی که نسبت به خدا داشتم برای خودم یه جورای تاب و شکنی شد. یک شرمی نسبت به خدا من داشتم، اینکه چرا فراموشش کردم و اینکه چی شده، چه اتفاقی در من افتاده. به طرز افرادگونه دنبال علم و مباحث این شکلی رفته بودم و به کل از معنویات و روحانیت دور شده. این اتفاق باعث شد که از به زانو در بیام، یعنی به شدتی از درماندگی رسیدم که اونجایی که نمیدونم چجوری توضیح بدم، که به یک باره انگار یک بار دیگه حس کردم که فقط مسیحه که میتونه نجاتش بده، فقط پروردگارمونه که میتونه نجاتش بده. و یک صحنه ای مثل فیلم اجرای چشم رد شد. چند سال قبل از این که مثلا این بچه به دنیا بیاد و مادرش با پدرش ازدواج کنه، مادرش وضعیت روحی خوبی نداشت و اون موقع من ایمان بسیار قوی تری داشتم. ناخودآگاه یک لحظه نیمه های شب انگار تو قلبم گذاشته شد که باید برای این دوستم دعا کنیم و نشستیم دعا کردیم و اونجا برای من اصلا از اون شب به بعد این یک دوست بسیار صمیمی و عزیزتری شد برای من. و اینطوری شد که یک لحظه اون صحنه، اون کلام ها و یک جمله‌ای توی گوشم انگار پیچید، مثل یک خاطره دور که اصلا یادم نبود. اینکه که اون شب نمیدونم چرا همیشه این کلام روی زبونم جاری میشد که حدیث فرزند خداونده و به دستای خداوند میسپاردمش. و این اتفاق باعث شد که یه لحظه اون که مثل فیلم جور چشم رد شد، یه لحظه قلبم لرزید. نمیدونم، شاید با کلام نتونم بیانش کنم، نمیدونم چی بگم.
در همون لحظه قبل از اینکه به شما پیام بدم، چون فکر میکردم خودم بسیار گناهکارم و ایمانم ضعیف شده، عذر میخوام، مجبور شدم، یعنی یه لحظه احساس کردم که باید به کسی، به چیزی رجوع کنم برای اینکه متوسل بشم، برای اینکه بخوام دعا کنم. یک آشنای خیلی دور داریم که ایران هم زندگی نمی کنن، برشون پیغام فرستادم که شرایط بچه اینجوریه و اگه برشون مقدوره دعا کنم، و اونام داخل یه کلیسایی که اکثرا هم ایرانی نیستن شروع کردن به دعا کردن، و همون نصف شب یک پیغامی رو به من فرستادن که گفتن از پدر و مادر این بچه بخوا که همدیگر رو ببخشن، و پیامی که فرستاده شد همین بود، و بعد با قاطعیت گفتن که بچه شفا پیدا میکنه. بعد این جمله یک جمله دیگه که گفتن یکی از خانمایی که اونجا بود و در حال دعا کردن بودن گفته که دیده خداوندمون پدر آسمانیمون بالا سر بچه هست و تمام اون میکروب ها عفونت ها همه چیز رو از بدن بچه خارج کرد. این اتفاق ساعت فکر کنم حدود 2 خورده شب افتاد و لحظه بود که از ساعت 12 شب به بعد به ما گفته بودن که قرار جراح بیاد و ریه بچه رو اون سوراخ رو ایجاد کنن و دیگه تقریبا آخرین تلاش برای نفس های بیشتر. تون استراب و نگرانی و سرعت پیشروی میکروب ها این پیغام داده شد، و متاسفانه باز من یک لحظه اصلا گفتم مگه میشه چنین چیزی، چرا گفت چنین تصویری دیدم، از درک من خارج بود چنین تصویری، و یه شوخی واقعا ناشایسته هم کردم که مگه مثلا یک ابرقهرمان قرار این کار رو انجام بده. غافل بودم از اینکه خیلی چیزها بزرگتر از اون چیزی هن که ما بتونیم با دو تا چهارتامون بخوایم رو کاغذ بیاریمشون. و تو همون ساعتها مادر بچه میره خونه که براش وسیله‌های جدید بیاره، جراح میاد و خیلی اتفاقی پدر یهو به دلش میفته، پدر بچه، که به جراح اجازه نمیده این کار رو انجام بدن، و جراح و پزشکای لج میکنن، میرن میگن که این تنها راهیه که این بچه مقدار بیشتر زنده بمونه، ولی پدرش نمیدونه چرا ولی این کار رو کرده، و این قضیه دیگه منتظر میشن صبح بشه. صبح که مادر بچه میره، پزشکا باهاش بعد دعوا میکنن که چرا شما چه این کاری کردین، و سریع باید دوباره ازش آزمایش بگیرن که دوباره لوله گذاری کنن، و توی این حینم اکسیژن خون بچه و سطح هوشیاریش پایین اومده بود، یعنی دیگه بدترین حالت ممکن، که برخلاف، یعنی اون نیمه های شب که پدرش مخالفت کرد، وضعیت بچه هر لحظه داشت بدتر می شد. دقیقا همون ساعت هایی بود که اون پیغام ها رسید و بعد شما پیغام من رو دیدید و من به شما هم پیغام دادم، و همون نیمه های شب وقتی پیغام بخشندگی رو قبلش به من گفتن، من نمیدونم چرا شروع کردم به ناخودآگاه، شروع کردم به دعا کردن، و تا صبح در حال عبادت کردن و دعا کردن بودم و ارتباط بسیار بسیار نزدیک و تجربه بسیار عجیبی داشتم. نمیدونم چرا، ولی گویا بین اون همه استراب و نیایش ها خوابم برد، با این تفاوت که صبح بیدار شدم ایمان داشتم که معجزه اتفاق میفته و شفا اتفاق میفته. انقدر از این قضیه قلبم مطمئن بود که در اون حالت های دعا کردنه تمام این چیزها رو یادداشت کردم توی یک کانال شخصی تلگرامی. اونجا یادداشت کردم که مامان این بچه هم هست، نوشتم که این اینجا بمونه که تاریخش ثبت بشه،
خداوند فرزندمون رو در آغوشش گرفته و شفاش بخش شفا دادنش. و صبح شد، آزمایش گرفتن، دیدن که عفونت ریه بچه به طرز عجیبی مجازه شد. بچه تو همون ساعت ها، یعنی در کمتر از چند ساعت، شفا گرفت و رو به بهبودی روندش. من با تمام وجودم لمس کردم، با تمام وجودم خداوند رو لمس کردم و حضورش رو، نمیدونم، شاید نمیتونم، کلامم ضعیفه، نمیتونم شهادت بدم یا نمیدونم از چه کلماتی استفاده کنم، فقط میتونم بگم که لمسش کردم با تمام وجودم و معجزه رو دیدم. و فکر میکنم که نیاز دارم به این که ایمانم رو قوی تر کنم و حس میکنم این بار چندمیه که خداوندمون صدا میکنه و همیشه به طرز عجیبی، اما این بار خیلی واقعی تر، خیلی ملموس تر. و در حالی که من فکر میکردم در اوج منطق و علم به سر میبرم، یک بار دیگه خودش رو بهم نشون داد و بسیار خوشحالم. ببخشید وقتتون رو گرفتم، خیلی ممنونم از شما. مطمئنن در آینده و به زودی به کمک شما نیاز خواهم داشت و امیدوارم که بتونم مسیر درست رو پیش بگیرم و ایمان دارم که خداوند در این مسیر کنارمه و امیدوارم که این بار به بیراهه‌ای نرم. آمین.